نگار بنی هاشم حقوقدان از شیکاگو ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین خانم بنی هاشمی. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی در جاهای دیگه میپرسن این محکوم کردن جامعه جهانی، این بیانیه‌هایی که صادر میشه، هیچ کدوم تا حالا نتونسته متوقف بکنه روند اعدام‌ها رو در ایران. به نظر شما چه کار دیگه‌ای میشه کرد؟ درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، در این حال که مسائل و بیانیه هایی که در واقع سازمان ملل صادر میکنه میتونیم بگیم به بیان دیگه به لحاظ مسئله حقوقی ضمانت اجرایی نداره و نمیتونه در واقع کشورها رو اجبار بکنه یا ملزم بکنه به مطلبی که اونها در اون بیانیه در موردش صحبت کردن، اما در این حال صدور این بیانیه ها خالی از جنبه های مثبت نیست و بلکه میتونم بگم که مسئله بسیار مهمیه. توجه داشته باشین که در ارتباط با روند اعتراضات ایران، ما با صدور بیانیه‌های مختلفی از طرف سازمان ملل در ارتباط خاص مسئله ایران روبرو بودیم. این بیانیه‌ها کمک بسیار شایانی کرد به جلب توجه جامعه جهانی و اینکه تمام اعضا، ما میدونیم که کشورهای بسیاری در واقع عضو سازمان ملل هستند و این اعضا در جریان این بیانیه ها قرار می گیرن و خیلی و حتی بعضا در واقع کمیسیریای عالی که اینها رو صادر می کنه خودشون در واقع به هر حال از کشورهایی میان که به نوعی شنونده اصلی این بیانیه ها می تونن باشن. بنابراین مهمترین اثری که می تونم بگم این بیانیه ها داره جلب مجدد توجه جهانیه. اگر دقت کنین که تا اندازه مسئله توجه به اعتراضات در ایران یه مقداری از صدر اخبار جهانی به کنار رفته بود، اما بعد از اتفاق افتادن اعدام پرونده خانه اصفهان مجددا بیانیه‌ای که از طرف یه مقام ارشد سازمان ملل صادر میشه میتونه به عنوان یک هشدار جدی به جمهوری اسلامی در واقع تلقی بشه که خب به هر حال کشورهای دیگه در ارتباط با مسائل روابط دیپلماتیک و سیاسیشون نمیتونن نسبت به این مسئله کاملا بی توجه باشن و در آینده هم به هر حال روند این بیانیه ها شاید یک دونه به تنهایی نتونه اثر کاملی داشته باشه، اما تعدادی از این بیانیه ها در واقع میتونه کار رو برای ایران در آینده در صحن به اصطلاح سازمان ملل و در میان کشورها و جامعه بین المللی کار رو برای ایران سخت‌تر بکنه. خانم بنی هاشمی، سوال دیگه ای که مدام مطرح میشه اینه که شهروندان خودشون میپرسن که به عنوان یک شهروند چطور میتونن تاثیر داشته باشن بر روند مقاومت کردن در روند این اعدام ها. ببینید، خب مسئله این هستش که واقعا امروز اگر ما برش از جامعه اجتماعی ایران رو مقایسه بکنیم با دهه 60، می‌بینیم که مردم نسبت به مسائل و جرائم سیاسی یک زاویه دید بسیار متفاوتی دارند و این آگاهی در سطح جامعه به اون اندازه‌ای رسیده که بسیاری همچنان در توییتر و شبکه‌های اجتماعی با اسامی به اصطلاح واقعی اعلام میکنن که خواستار متوقف شدن هر گونه احکام اعدام هستن. این مسئله یه که میتونم بگم در واقع یه نوع بلوغ اجتماعی و بلوغ سیاسی مردم ایران رو میرسونه. اما در این حال اگر بخوایم بی پرده صحبت بکنیم میتونیم بگیم که هیچ جامعه ای تا اندازه بسیار زیادی متحمل این اندازه در واقع مسائل رنجی که قوه قضاییه میده به مردم نمیتونه باشه، مگر اینکه مردم در یک اتحاد نزدیکتری در واقع بتونن این اعتراضات خودشون رو نسبت به این مسائل برسونن. مسئله همیشه اون چیزی که در میان به خصوص جامعه به هر حال سطح متوسط جامعه ایران همیشه مطرح بوده، اینکه مسئله اعدام و مسئله قصاص رو مسئله اعدام در پس قصاص رو خیلی از عوام ممکنه همچنان در واقع این رو یک موجب عدالت اجتماعی بدونن، ولی همین موضوع هم امروز داره تبدیل میشه به یک مسئله که مردم در موردش پرسشگری میکنن و در مورد اون میخوان که در واقع مجازات های جایگزین صورت بگیره. در هر صورت این یک تحول اجتماعیه که در کنار هم بودن و در واقع متحد بودن تنها مسئله ایه که میتونه در این شرایط به ما کمک بکنه که در برابر قوانین تبعیض‌آمیز در واقع بتونیم تغییرات مثبت ایجاد کنیم.
ممنون که همراهیمون کردیم. پگاه بنی هاشم حقوقدان از شیکاگو.